که در سراسر سر دنیا در این ماره میبینیم. امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه به خنده رو لبهاتون باشه عزیزان وقتی دیگر اومد اومدیم به خدمت شما عزیزان امیدواریم که نشستین به چایی یا کافی هر چی دارین داریم میخوریم و ما رو اگر اگرم ما میبینین تصویر ما رو میبینین یه تک زنگ به ما بزنین اگر تصویر ما خوبه یا نمیدونم صدا خوبه لطفا یک تک زنگ هم به ما بزنین که فقط ما ببینیم کجا ما رو میبینین برنامه با کارگردانی آقای یاسر عزیزم که زحمت بسیار برای ما میکشه شروع میکنم به در اول برنامه بیزار دعایی داشته باشم به از خداوند که ما رو هدایت بکنه خداوند از و سپاس برای این وقت ای خداوند از تو می طلبم در نام پر جلال ایسای مسیح روی پاک مسیح خداوند برنامه من تحت کنترول ایمایت خود را قرار بده ای خداوند هر چیزی که از زبانم بیرون میاد نام و قدوس تو رو جلال بده خداوند قلبا رو آماده بکن وقتی کلام تو میشنون ای خداوند به کلامت ایمان بیارن خداوند از تو می طلبم امروز دست پر از فیض و رحمتت روی ایران ایرانی باشه خود دوستان شکرت می کنم برای این وقتی که به من دادی خداوند از تو می طلبم در نام پر جلال ایسای مسیح خداوندم آمین خب شمالی عزیز شما چی طور این برای خوبین همه چیز خوبه خوش گذر به امیدوارم که خوش بگذره همیشه در شادی و خوشی ببین لباتون همیشه خندم ببون تا لذت زندگی بفهمیم واقعا خب اول با نام بذاریم شعر ما بخونیم بعد از شعر میریم یک سری امروز میخوام برم روی کلام و خداوند چون زیاد میخوام دیگه از ایران و خودش هرچی کلام به ایران میزنه ولی من یک سری بیزار برم روی کلام و خداوند که زندگی های ما رو عوض بکنه شخصیت ما رو عوض بکنه و واقعا خدای زنده رو بشناسیم و بدونیم که با خدا را رفتن چقدر خوبه بعد صحبتش میکنیم اوکی شعرم نامش از امید زندگی من میگه ایسا توی ایسا توی تنها توی تنها توی امید زندگی من بیا در زندگی من امید توی صفا توی عزت توی حیات توی خالق آسمان توی منجی زندگیم توی توی حیات من توی بقای من توی پادشاه من فقط توی که می عیسی ایسا بیا در زندگی من امید توی حیات توی جلال بر نام عیسی مسیح امیدوارم خوشتون اومده باشه عزیزان من خب آمادم هستین که کلام خدا رو بشنوین سیاست به قول شیون فومنی میگه ری میرزا شم سیاست اشپتکای چی چیدنی تو چیدنی چپ چی سو راست کویده نرای ایب چه آیسته بوشو انتی سلای تو بغل پچی غناد دست پنجه سوایید برای اینکه واقعا این سیاست نه پدر میشناسه نه مادر میشناسه اینقدر میگه برو باغلت باباس بیاتره وارد سیاست ولش کن <تصفح> اینقدر سیاست قالطاق بازی توش داره با یک بادی تمام مردم سرد میشن با یک بادی تمام مردم گرم میشن مثلا میگن که آقا امروز همه تظاهرات کردن اومدن بیرون بر علی رژیم بعدا روز دیگه میگه یه گروگان آزاد میکنه همه مردم سرد میشن او داره با این میسازد. بابا شما کار خودتونو بکنین دولت ها دارن دا کار خودشون میکنن دارن میسازن با هم برای اینکه عمر خودشون دارن با هم میسازن شما کار خودتونو بکنین اگه واقعا دوست ندارین این حکومتو با قول بچه ها بیایم میدان اگه دوست دارین با اینا باشین دولت ها کار خودشون میکنن زیاد از این ترس نداشته باشین که الان او دارن میان اینجوری هم نیست اگرم هم بیان اینا صحبت بکنن اینه بدونین که بخوان خیلی ها مثلا گروگان ها رو آزاد بکنن بیان با اینا بیشینن صحبت بکنن ولی آمریکا از مواضع خودش عقب نشینی نمیکنه. تمام این فکر نکن الان فردا بیاد با این صحبت کنه تحریم ها رو داره ایران بشه گل و بول بول اصلا همچی چیزا نیست همین پری تا شرکت رو تحریم کرد به حال سیاست دیگه سیاست پایین بالا زیاد داره یادتونه یه موقع قدیم میگفتن آقا تو خونه اصلا هیچ کس هم نبودا میگفتن که بابا یواش صحبت بکن چی شده بابا دیوار موش داره موش گوش داره میرن به همه میگن یک سری ایده ایران ما اینجوریه بیرون ایران هستن هم اینجوری آقا یه صحبت صحبت نکنه مرد تو ایران جان خودش گذاشته کپ دست هر چی داره داره میگه پیش توی آخونده ما تو این سر دنیا هستیم میخوایم یک حرف بزنیم اه ولش کن بابا حالا ما اینو یه یعنی نفر میشنوه اینجوری زندگی بکنیم نمیدونم دوی آروم آروم بریم که گربه شاخ نزنه نمیشه این ترس که زندگی ما رو خراب کرده تنها چیزی که زندگی همه ما رو خراب میکنه ترسه بزرگترین ترس اینه که آقا جون تو از دست بدی دیگه این بزرگترین برای هر آدمی بزرگترین ترس اینه که او الان بمیره بمیره یه بار دنیا میای میگه پنج سال دیگه بیشتر زندگی بود میگه میگه چی 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 میشه ده سال دیگه بیشتر زندگی بود فکر چی میشه یا امروز نباشی اصلا تو بگونی چیزی تگو میخوره چیزی تغییر میکنه نه اینقدر از زمان قدیم اومدن رفتن پادشاه اومد دیکتاتور اومد نمیدونم ثروتمند اومد فقیر اومد گدا اومد رفتن اما اومدن رفتن ما هم بالاخره اومدیم رفت میریم ترس از خودمون بندازیم بیرون عزیزان تنها چیزی که ما رو از زندگی عقب میندازه همین ترسه از همه چی میترسیم حرف نزن دیوار موش داره نمیدونم این اعمال نکنه. این اعمال نکن الان این می میبینه او اونجا نرو نمیدونم فلان این ترس پرسار بیزار این کنار یک بار بشین این ترس از خودتون دور بکنید میخوام از متای 24 زمانای آخر یا در آخر زمان که عیسی مسیح باز میگرده برنامه من هم نگفتم به زمانهای آخر اسم برنامه من زمانهای آخره با بازگشت عیسی مسیح ولی همون زمانهای آخرم هم اوکیه از متای 24 چرا این چهار ماه پیش اینو درس داده بودم ولی دیروز داشتم دعا میکردم خداوند به من گفت همین صحبت بکن گفتم خدایا من چهار ماه پیش که در رابطه این صحبت کردم بعد همینجوری که داشتم میخوندم گفت دانیال نبی نمیدونم در اونجا اومده بود که زمان های آخر چی میشه کتاب باز کردم درست اومد فصل دوازه دانیال نبی یعنی خدا میخواست که من در رابطه با این صحبت بکنم من میخواستم تفره برم بگم چهار ماه پیش صحبت کردم ولی خدا میخواست همین که ورق باز کردم فصل دوازه دانیال اومد که زمان های آخره اون دیگه دست خداست وقتها دست خداست دست ما نیست چی زمانی آخر میرسه نمیدونم ولی خداوند همین که 2016 اومد این شیر هم که خونده بودم برای شما الان قبل از برنامه اینم مال 2016 بود امید توی زندگی توی صفات توی حیات توی 2016 خداوند اومد به رویای من انجیل و بست یعنی انجیل دیگه همه شنیدن البته من فکر میکنم بعضی جا مثلا ولی بس نمیدونم خداوند چی اون دیگه من فکر خداوند نمیدونم بخونم گفت به همه بگو که من به زودی خواهم آمد به خیلی اومد رویا نشون داد به خیلی خوابا اومد من خادمای دیگه که گفت به زودی میایم بس خدا وقتی زمانای آخر به ما نشون میده میخواد یک تلنگلی بزنه به همه ما که بگه ای بشر دوپا که اینقدر مغروری از خودت زمان زمان آخره دریاب زندگی رو دریاب که نیفتی دریاب که حیاتتو تو از دست ندی ما کلام خدا رو میخونیم درس ما رو میدیم دریاب کننده شما این که باید دریابین خودتون دریابین به کلام و خداوند و گوش بدین تا زندگی و شخصیت همه ما عوض بشه تا واقعا بتونیم در مقابل شریر و شیطانی که فعلا این دنیا سرقفلی به اسم اون خورده فعلا چی بکنیم؟ خودمون حفظ بکنیم تا بتونیم اون حیات جاوید خداوند داشته باشیم که خداوند از همه گناه ها ما رو پاک کنه و در رای خدا بریم نه اینکه خشک مذهبی باشیم نمیدونیم هر کاری میکنیم بگیم اه این کار نجسه این کار بده این کار... نه خشک مذهبی خدا نمیخواد ریاکاری خدا نمیخواد به هیچ وجه ریاکاری رو خدا دوست نداره مثلا اگر من الان بگم من مسیحی هستم همه شی از مسیح مسیح بگم بعدا ریاکاری بکنم اون جایی که میخوام به رابطه با مسیح صحبت بکنم همه دهن من جلو دهن من بگیرن که آقا تو در رابطه با این در رابطه با یه چیزی میگم صحبت بکنم همه بیان جلو دهن من بگیرن بگن صحبت نکن این ریاکاریه ریاکاری خداوند دوست نداره به هیچ وجه چی همه ما مسیا باشیم چی غیر مسی باشیم چی کشیش باشیم چی علامه در باشیم، هیچ فرقی نمیکنه ریاکاری رو خدا دوست نداره زمان زمان آخره بیاییم مردم به سوی خدا بیارین شمایی که مسیح هستین و ریاکاری رو هر کس باشین کنار بیزارین خوب عزیزان من میگی زمانای آخر میگی هنگامی که عیسی از خانه خدا خارج میشد شاگردانش آمده خواستن او را به دیدن ساختمانای گوناگون خانه خدا ببرن به این نشون بدن بین عیسی مسیح این چی ساختمونی درست کردم مثلا 50 سال طول کشید تا این ساختمون 40 سال طول کشید تا این درست شد اما عیسی به ایشان گفت این ساختمان ها چنان ویران خواهند شد که سنگی روی سنگ باقی نخواهد ماند همه اول هم گفتم اینقدر آدما اومدن رفتن اینقدر کاخ ویران شد نمیدونم جای دیگه آباد شد عیسی مسیح هم همین میگه میگه سنگی روی سنگ نخواهد ماند این همه اینا ویران میشه دو سال پیش داشت میگفت میگه اما عیسی به ایشان گفت این ساختمان ها چنان ویران خواهد شد که سنگی روی سنگ باقی نخواهد ماند ساعتی بعد وقتی او در دامنه کوی زیتون نشسته بود شاگردانش از او پرسیدند این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد مثلا ازش داشتم میپرسیدن که این اتفاقات که چی زمانی میشه اما ما چگونه میتوانیم بفهمیم که شما کی به این جام باز میگردیم حالا عیسی مسیح زنده بود فعلا با اینا داشت صحبت میکرد الان هم مسیح زنده است ولی چون میخواست در به خاطر گناهان ما به روی صلیب بره و چون اینقدر به اینا گفته بود که من باید من بکشن صلیب بکشن بعدا من برمیگردم دوباره و کی دنیا به آخر خواهد رسید عیسی مسیح به ایشان گفت مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد مواظب باشید انبیای کذبه آدمای ریاکار شما را فریب ندن چون بسیاری آمده خواهند گفت که مسیح هستند و ایده زیادی را گمراه خواهند که چند نفر توی آمریکا اومدن در صد سال پیش نمیدونم دو سال پیش پنجاه سال پیش گفتم من مسیح هستم من خود مسیح هستم برگشتم بعدن رسوا شدم مردن اینجوری نیست مسیح اینجوری نمیاد که من شابور نوی اینجا ادعای مسیحیت بگم مسیح بگم بگم من مسیح هستم اومدم نه اینجوری نمیاد ایسای مسیح و از دور نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید اما پریشان نشوید زیرا جنگ ها درگیر خواهند شد اما آخر دنیا در آن زمان نیست جنگ جهانی اول شد جنگ جهانی دوم شد دو هزار سال پیش عیسی مسیح اینا رو درش به شما همه میگفت میگفت اینا میان ولی قوما و ممالک جان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست در جاهای مختلف قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد ولی اینها پیش آمد بلاهای بهدی است که چرا علی سی مسیح به خواب به رویای همه میاد میگه من به زودی خواهم آمد هی داره خداوند به ما فرصت میده هی داره خداوند به ما فرصت میده انسان خاکی انسان دوپا این زرق برق این دنیا رو نگاه نکن زندگی بکن نه اینکه زندگی نکنی ولی ریاکاری نکن نکن دروغ نگو آتمگوشی نکن سر کسی رو کلان نزار، به خاطر موقعیت دوزاری این دنیا خودتو نفروش به خاطر دوزار پول خودتو از نکن زندگی شادی داشته باش ولی در رای سلامت زندگی با. میگه آنگاه شما را شکنجه داده خواهند کش تمام دنیا از شما متنفر خواهند شد زیرا شما پیرو و من میباشید چقدر الان یه آدم تا ما میگیم مسیح هستیم صد هزار چرتپیت به ما میگن میگیم مسیح همین مسلمونا بهش میگیم که مسیح داریم در رابطه با این صحبت میکنیم میگه که نه تو کافری بابا تو میگی پیغمبر من اولو پیغمبر اولو عزم عیسی مسیح بعد حالا شد <تصفح> کافر شدیم ما به پیغمبر اولو عزمی که تو قبول داری به قول خودت ما به اون ایمان آوردیم میگی که کافر شدی بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت به یک دیگر را تسلیم خواهند کرد میبینی الان مسیحا رو همه جا میگیرن تو بخصوص تو این کشورهای اسلامی چون مسیحی شدن اعدام میکنن شکنجه میکنن بعضی هم ترسو هن میترسن وقتی به مسیح ایمان میارن وقتی اینا رو میگیرن در جا چی میگن؟ همه رو میفروشن چهار نفر دیگر هم میفروشن یا خودشون رو مثلا آزاد بکنن واقعا از خدا میخوام که این درس دارم میدم از خداوند حقیقتا میخوام که به افکار و دل من رخنه بکنه هر چیزی که از کلام دارم به شما میگم بر قلب شما بشینه به خود و خود خداوند آبیاری بکنه و در یابین که زمان زمان آخره و واقعا در زندگی رو بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یک دیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد و بسیاری برخواسته خود را نبی معرفی خواهند کرد همین الان بهتون گفتم خیلی ها میگم من مسیح هستم یا اون موقع دو هزار سال پیش عیسی مسیح میگفت که بسیاری نبی های دروغی انبیای دروغی خودشون نبی معرفی خواهند کرد از هم متنفر خواهم بود حالا تو می شما همه از هم دیگه متنفرن او یکی مثلا میبینه آقا سیروندمنده اونو نگاه میکنه متنفره او یکی نمیدونم مقام بیشتری داره متنفره او یکی مسیحی شده او یکی با اون مسیتش مسیحیتش متنفره از اون چون این از بابا هیچ کس با دین به دنیا نمیاد هیچ کسی با دین به دنیا نمیاد شما یک انسان به دنیا میای انسان خودت موقعی که عقل و شعور داری میتونی قبول بکنی هر دینی که میخوای هیچ فرقی نمیکنه هر دینی که میخوای خودت تشخیص باید بدی ولی ما مسیحیت دین نیست عزیزان دین نیست دین بکن نکن داره این کار بکن اون کار بکن فلا دین نیست مسیحیت شناخت خدای زنده است رای حیاته رای راستیه بسیاری برخواست خود را نبی معرفی خواهند کرد به عده زیادی را گمراه خواهند نمود انبیاء های کذبه که عده بسیاری را به رای منعرف کشیدن کیست خودتون بیتر میدونید یه میلیون چهارصد یک میلیارد و چهارصد میلیون آدم رو به این عراف کشندن کیه اون گناه انقدر گسترده گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیار سرد خواهد شد شما در این دنیا اگه از واقعیت صحبت بکنین همه ازتون نفرت دارن دیگه از نیستن نیستم محبت هم بکنن وقتی واقعیت ها رو بهشون میگی مثل که تیری به قلبشون زدی مردم ریاکاری رو دوست دارن دو و همزنی رو دوست دارن معذرت میخوام ببخشید چابلوسی رو دوست دارن یا دوونو گذاشتن زیر بغل یه نفر یه نفر علیکی بلند کردن رو دوست دارن بعدا دیکتاتور میکنن دیکتاتور میشه میزنن رو یا تو محیط کار برای یک نفر جون خودشونو میذارن اینقدر محبت میکنن که اون طرف فکر میکنه که مثلا این به خاطر اینکه به این کاری احتیاج داره اینقدر محبت میکنه یه ذره فکر نمیکنه که این آدم مسئولیت پذیره که داره محبت میکنه یه ذره فکر نمیکنه که این آدم بیش از کار خودش هم اینجا کار میکنه داره کر میکنه بیزنس رو یا هر جای دیگه رو فرقی نمیکنه در خانه خودش در بیزنس خودش در هر جا فکر میکنن که مثلا هر کسی یک منظوری داره که داره یک محبتی میکنه محبت کردن این روز تو اگه به یه نفر محبت میکنی فکر میکنه حتما یک کاسه زیر نیم کاسه هست اینجوری فکر ما رو خراب کردن چون اینقدر دنیای آشوبی است اینقدر دنیای شریرانه است اینقدر دنیا وضعیتش خرابه که چهار تا آدم سالم هم پیدا میشه میخوان رای سلامت برن مردم از اونا نفرت دارن اصلا میگن اینا کیم بابا ولی تو الان دروغ بگو چرب زبان باش از حقیقت به دور دروغ بگو چرب زبان باش نمیدونم دستمال به با دست باش و فلان باش همه عاشقتن آشقتن اصلا باور بکن چنان عشقی بهت میدن که اصلا تو فکر میکنی که دیگه خدایی اما فقط کسانی نجات خواهند یافت کتاب به آخر طاقت بیارن که در رای عیسی مسیح قدم بزنن راسکو دروغگو, دروغگو نباشن راسکو باشن با محبت باشن عملگرا باشن حرف با عملشون یکی باشه خداوندی نمیگه کسایی که تا آخر طاقت بیارن اونا رو به اجر خودشون خواهن رسید میگی سرانجام همه اینا رو تا اینجا گفت گفت سرانجام وقتی مجده انجیل این انجیل به گوش همه دنیا مردم جهان رسید همه از آن باخبر شدن آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید دو هزار سال پیش عیسی مسیح این حرف زد چطور میخواست دو هزار سال پیش به اونا بگی که آقا امروز تلویزیونی میاد امروز ماواره میاد امروز تلفونی میاد که شما همدیگر در همون لحظه میبینین دوربینی میاد که مثلا شاپور اینجا نشسته از کلام خدا میخونه همه جا میبینن نمیتونست اون موقع خداوند به اینا بگه که ولی امروز میگفت که همه این مردم دنیا دارن به هر زبانی دارن این کلام انجیل رو میشنون خوشا با حال آن کسی که میشنوه و به قلبش میاره به رای عیسی مسیح میاد و واقعا نمیگه که اینا همه افسانه است پس وقتی آن چیزهای وحشتناک وحشتناک را که دانیال نبی در بارش نوشته است ببینید که در جای مقدس برپا شده است همین را که داشتم میخوندم دیروز گفتم که اینو خوندم گفتم خدایا اینو که چهار ماه پیش صحبت کردم تا کتاب باز کردم درست اومد باب دوازده دانیل زمان آخر همین الان عیسی مسیح میگه پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی در بارش نوشته بود و می گفت در جای مقدس بر پاشوده همین می گفت در دانیال میگه در رابطه با زمانهای آخر می, می سه که خداوند به من گفت که واقعا نیست ببین من میخوام بیام اینجا کلام براتون بیارم اینقدر دعا میکنم که کلامی که از خدا میخواد اون روز من صحبت بکنم همون کلام بیارم براتون صحبت بکنم حالا دو ماه پیش درس داده باشم یا چهار ماه پیش درس داده باشم دوباره خداوند به من بگی دوباره میام خداوند لازم دونستی که من این دوباره بیام اینجا درس بدم در رابطهش باش صحبت بکنم میگه در واقع اگر خدا آن های سخت را کوتاه نکند هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد بود روزهایی که آخر زمان همه چیز خرابه وقتی اون زمان رو خداوند اگه کوتاه نکنه اینقدر مردم باید زج بکشن که اون سرش نپیدا چون همه اینجا از الان کاری کردن این انبیای دروغی این ملاها این معلمین کذبه کاری کردن که مردم از خدا دور شدن همه چیز میگن افسانه است دیگه نه اینکه اونا به خدا دعوت نکردن نه آوردن به طرف خدا بلکه اونها رو دور کردن هر چی که در افکارشون است به مردم دارن میگن کلام میخونن ولی هر چی که خودشون دوست دارن میخوان صحبت بکنن این چیزهایی صحبت بکنن که خودشون نشون بدن به افکار خودشون به مردم بگن نه کلام خدا رو به مردم بگن ما باید کلام خداوند هر چیزی که نوشته است همینو بگیم به بیننده یا شنونده وقتی میشنوه به قلبش بشینه و بدونه که کلام خدای زنده یعنی چی میگه چون از این مسیحا و پیغمبران دروغین زیاد خواهند آمد اینایی که ادعای میگن ما مسیح, مسیح هستیم اونایی که ادعا میکنن که من پیغمبرم دروغی میگه زیاد خواهن آمد و حتی معجزه نیز خواهن کرد آقای شیطان موجزه میتونه بکنه دیگه یکی از فرشتگان خوب خدا بود فعلا وقتی از بارگاه خدا بیرون انداخته شد شد ابلیس و شرارت در میان مردم کار کردن معجزه میگه میکنن می شما ببینید بعضی موقع میان مثلا فالا میگیرن براتون واقعیت هم بهتون میگن ولی از شیطانه چون برای اینکه خداوند فالگیری و این چیزها رو دوست نداره فالگیری و اینا هم از شیطانه پیغمبران دروغین زیادی خواهند آمد و حتی معجزه نیز خواهند کرد به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کنند میگه حتی اینایی که معجزه هم می کنند از طرف شیطان هستند حتی منی که مثلا مسیح هستم من به این عراف می منه به اشتباه می کشنن. من از ابتدا اینا را گفتم تا مواظب باشید پس اگر بیایند به شما بگویند که مسیح در بیابان دوباره ظهور کرده و به سخنانش امید ندهید اگر بگوید نزد ما مخفی شده باور نکنید چون آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود پس میگه باور نکنید میگه اینجا است اونجا است اون اونجا ظهور کرده اصلا این چیزا نیست الان میبینید چقدر امامان چقدر امام زمان ها ظهور میکنن چقدر مسیح ها ظهور میکنن عیسی مسیح میگه که آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود که در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن می سازد یعنی تمام دنیا را رو روشن میکنه. هر جا لاش لاشه باشه لاش خور نیز در آنجا جمع می شود پس میگه باور نکنه اینا رو یه ذره زرق برق بهتون نشون میدن چهار تا معجزه میکنن اون کسی که از عیسی مسیح معجزه ببینه اون واقعیت ولی اون کسی که مسیحی نیست میاد برای شما معجزه میکنه میگه که شریرم میگه معجزه میکنه پس بریم یک سرودی گوش بدیم اگه یاسر جان من آماده است دستش در نکنه برگردیم به شما چقدر اومد وقتی میبینم تو رو همیشه دارم چه با شکوه حتی رویایی که توش تو هستی آرم دیگه مهم نیست اینکه من زمین اگه تو این تن خسته مونده جونی تنها دلیلی اگه تو این تن خسته مونده جونی خودم میدونم تو به هیچی دست این که نباید واسه دو روز دنیا قصه خوردو این که نترسی اگه از خوشی و دریا سنگ بباره بدونی یکی همیشه از اون بالا هوا تو داره چقدر داروم؟ وقتی میبینم تو رو همیشه دارم چه با کوه حتی رویایی که توش تو هستی او تو این تن خستم به جون عزیز ایران امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد و خوش باشین امیدوارم که نشستین از کلام زنده خداوند گوش میدین و واقعا درس زندگی ما باشه و زندگی ما رو عوض بکنه و واقعا یک تلنگوری به ما بزنه ما رو یادآوری بکنه که این دنیا پایدار نیست و همه ما یک روز رخت به اون دنیا رو چی میگن رخت بر بندیم و میریم اینقدر آدم ها اومدن رفتن اومدن رفتن دیکتاتورها اومد پادشاهان اومدن خوبا اومدن این همه انبیا اومدن اومدن رفتن ولی چه خوبه که خودمون زندگی خودمون اینجا درست بکنیم و خودمون دریابیم که این وقت کمی که داریم و خداوند هی هر روز به ما فرصت داره میده که ما بتونیم به طرف این خداوند زنده بیایم من داشتم در قسمت اول متای 24 زمانهای آخر داشتم براتون میخوندم که الان رسیدم به قسمت دومش که خوندیم براتون میگه سرانجام وقتی مجده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدن آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید دو هزار سال پیش عیسی مسیح میگفت که همچین روزی میاد که دوربینی هست ماواره هست تلفن همه سلفی هست دیگه نمیدونم تلفن ها هستن هم دیگه می بینن در جا همه اینا رو گفته بود مونتا نمیتونست بگه که آقا هواپیما میاد دوربین میاد نمیدونم ماواره میاد ولی همه اینا رو پیشگویی کرده بود خداوند میگه بعد از آن مصیبت ها خورشید تیره و تار خواهد شد ما دیگر نور نخواهد داد موقعی که عیسی مسیح اینجا گفت من آمدن من چون آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود و در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن می سازد. یعنی همه جای دنیا عیسی مسیح رو می وقتی اومد اینجوری نیست که عیسی مسیح در بیابان ظهور کرده در فلان شهر و در فلان کشور ظهور کرده اینجور نیست خود عیسی مسیح میگه اومدن من میزه برق آسمانه یک لحظه همه جا روشن میکنم و همه منو میبینن میگه بعد از آن مصیبت ها خورشید تیره و تار شده ما دیگر نور نخواهد داد ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگه داشتن به لرزه در خواهند من در یک کانال هستوری چانل دیدم که داشت در رابطه با زمان های آخر با همین کلام داشت صحبت میکرد بعد مثلا نشون داده بود که یک دونه پرده مثلا مثل ستاره مثل این دنیاست بعد این پرده رو کشیده بود میگه همین الان که داره ایسای مسیح میگه که تمام ستاره ها مثلا ریخته یک دنیای دیگری شده ایسای مسیح هم همینه داره میگه ما دیگر نور نخواهد داشت ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگه داشتن به لرزه در خانه من. و سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد میگه در آسمان همه منو میبینن نه بگید در فلان شهر اومده در فلان ده اومده در فلان کشور اومده همچی چیزی نیست مثل برق آسمان و در آسمان همه خواهیم دید ایسای مسیره خدا بکنه موقعی که ما زنده هستیم خداوند ببینیم که داریم میاد میگه آنگاه مردم در سراسر جان ازا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید چرا میگه ازا خواهند گرفت چون عیسی مسیح فکر همه شما رو میخونه امروزی که زرق برق این دنیا مردم از خدا دور کرده از حقیقت دور کرده این داشت عیسی مسیح میگفت که مردم عزا میگیرن چی میگه میبینن وا دنیا به پایان رسید و اون چیزی که خدا ازشون خواست انجام ندادن بیشترشون در رای کج دارن میرن اینی که یه جاده فکر بکنین پن بزرگ تمام آدما ماشینا همه خوب دارن میرن ولی یک جاده کوتنگ که مردم با آرامی دارن میرن اون طرف ولی میدونن که این جاده دو هزار نفر دارن میرن اون جاده دو هزار نفر دارن میرن همه فکر میکنن اون جاده ای که دو هزار نفر دارن میرن اون رای اصلیه در این رای اصلی اینه که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوی خیره کننده میایم شما حالا بگین که امام زمان میخواد بیاد امام زمان کجاست عزیزان امام زمان اصلا یه بچه کوچیک بود نمیدونم از ترس فرار کرده بود گم شده بود اینا خود همه درست کرده زین همین شیعیانه که برای خودشون یه دینی درست کردن به بودپرستی رو رواج دادن الا خود اون سنیان اینقدر بودپرست نیستن و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان من را از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند اونایی که به مسیح عیسی ایمان دارن میگه من فرشتگان خود میبریسم اینا رو میرو باین. همه رو میبره به آسمان اونایی که طرفتار ایسای مسیح اونایی که ایسای مسیح رو قبول کردن به زندگیشون اونایی که رای خوب رفتن خیلی آره میبینیم بعضی موقع این فیلم میده توی کلیسا رو دارن نیجو میده ببینی کشیش کلیسا شبال اون خادم اون این همه موندن آدم‌های عادی مسیحی رفتن اه میزنه تو سرش خدای من که دارم برای تعلیم میدم اینجا این همه کتاب رو دارم میخونم این همه دارم برای خدمت میکنم خب خدمتم درست نیست باید خودم خودم نگاه بکنم ببینم خدمتم درست یا نه اگه خدمتم درست نباشه فایده نداره خود ربودم نخواهم شد خدا من قبولم نخواهد کرد ما برای جلال خودمون نمیایم اینجا صحبت بکنیم من یکی که همه بیشترشون اینجوری هن. بیشتر اونایی که میان 99 درصدشون اینجوری هن. یک درصد الان تویشون خراب میاد اونو ولش کنین ولی 99 درصد مردم میان اینجا میخونن براتون میخوان که دوست دارن که شما این کلام بشنوین و این به این کلام ایمان بیارین تا زندگیتون عوض بشه زندگیتون تبدیل بشه شخصیتتون عوض بشه زندگی بهتری داشته باشین اینقدر سرگردانی و غم ببین تنها چیزی که گفتم از اولم گفتم ترس که تمام انسان ها میترسن ترس بزرگترین بدبختی انسان است. بزرگترین ترس اینه که آخر تو بمیری دیگه حالا من مثلا 60 سال دارم بمیرم یا 80 سال دارم بمیرم یا 50 سال دارم بمیرم اگه زندگی من به پایان رسیده به پایان رسیده هر جور باشه خداوند من میبره پس چقدر خوبه که تا این زندگی رو دارم بتونم کلام خداوند به شما رواج بدم کلام خداوند به شما برسونم که شما هم زندگیتون عوض بشه شما همون اون حیات داشته باشین و از این شریر و شرارت بیاین بیرون از این دینهای کذایی بیاین بیرون که شما رو به خدا نمیرسونه وقتی به عیسی مسیح ایمان میارین تازه متوجه میشین که خداوند یعنی چه خدا کیه زندگی شاد یعنی چه امکان داره خیلی بر علیه شما میشن ولی نترسین ما منم من میبینین اینقدر حملات شریر و شیطان به من میشه که اصلا ن... اون سرش ناپیداست اون روز یک کشیشی به من میگفت که چقدر ببینی البته من نمیگم خدا باید تایید بکنه کار آدمو میگه من نمیدونم چجوریه که تو هر وقت میای مثلا یا برنامه اجرا بکنی یا فلان بکنی حملات شیطانی از هر طرف میاد اگه خدای من اون خداوندی که من میشناسم شریر که شریر هزارون از هر طرف بار خداوند نمیذاره بر علی من باشه چون برای که من کلام خدا رو دارم میخونم و دوست دارم که هموطن من به کلام خدا ایمان بیاره و کلام خداوند زندگیش عوض بکنه و حیاتشو ثبت بکنه نه که فقط این دنیاست آخره نه اصلی زندگی در اون دنیاست برین یه دونه توی گوگل سرچ بکنین اونایی که مردن اکسپرینس بعد از مرگ ببینید چند میلیون آدم میاد که مردن یک روز دو روز نیم ساعت یک ساعت سه ساعت سه روز بعدا میان به شما میگن که رفتیم اون دنیا چی بود میگه حال از درخت انجیر درس بگیرید هر وقت شاخهای آن جوانه میزند و برگ میآورن میفهمید که تابستان به زودی فرا می رسد همینطور نیز وقتی تمام این نشانه ها را می بینید نشانه ها چی عزیزان؟ سونامی های عجیب، زلزله های عجیب، ویرانی های عجیب نینام سیل های عجیب، این همه وقایع عجیب که میوفته میگه وقتی این وقایع ها را می بینید بدانید که پایان کار بسیار نزدیک شده است یعنی به پایان کار این دنیا نزدیک شده ایم عزیزان باور بکنیم به پایان و کار این دنیا نزدیک شدیم عیسی مسیح علکی نمیاد به بخ... رویای آدم یا به خواب آدم بگه که ما به همه به همه بگو من به زودی خواهم آمد دنیا داره نشون میده زمان آخره اصلا نگاه بکنید یه جور نشون میده که میگه جنگ جانی سوم داره میشه مطمئن باشید این نس خواهند مان و همه اینا را به چشم خود خواهند دید آمین خداوند من ایمان دارم که و دوست دارم باشم که خداوند رو ببینم در میاد میگه آسمان و زمین از بین خواهند رفت عیسی مسیح میگه آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما کلام من تا به ابد خواهد ماند کسی نمیتونه کلام و خداوند رو رد بکنه اما هیچ کس نمی چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید هیچ کس ما نمیدونیم چه روزی چه ساعتی دنیا به آخر رسید اگه میدونستیم که خیلی خوب بود که حتی فرشتگان هم نمیدانن میگه من فرزند خدا هستم هم نمیدانم جاز فقط خدای پدر میدونه چی موقع دنیا به آخر خواهد رسید میگه در آن زمان مردم دنیا در, س... در سرگرم عیش و نوش و میمانی و عروسی خواهند بود البته نه اینکه مثلا یه نفر در عروسی میکنه در این و نوش میکنه برای خود اینه نمیگه اونی که میگه که از زندگی در زندگی خودش فقط ایش و نوش و به دوست و به زن و بخور و این کار میکنه اونا رو داره میگه هم بلاخره همه عروسی میکنن بالاخره همه یک پارتی میگیرن دو تا شت هم میزنن نوش جونتون میزنین ولی میگه مست شراب نشوید شراب بخورید مثل اینجوری مثلا به سلامتی شما میزنن ولی این چاییه شراب نیست ولی یک شت کوچیک بزنین هیچ ارادی نداره به خاطر اون شت خداوند شما رو نمیبره به خاطر یک گیلاس شراب شما رو نمیبره جهنم رای ما کار ما حرف ما باید درست باشه عمل ما باید درست باشه همونطور که در زمان نو قبل از آمدن طوفان بودن در آن وقت کسی باور نمیکرد نوح نو هرچی میگفت گفت هیچ کس باور نمی که واقعا طوفانی در کار باشد تا آن طوفان آمد و همه آنها را برد آمدن من میگه عیسی مسیح میگه آمدن من نیز چنین خواهد بود مبادا ببین ما همه داریم میگیم دیر نشه میزه زمان نو باید بخت یک کشتی رو مثلا در شاید بگم صد مایل از دریام دور بود داشت درست میکرد با اون موقع ابزار با چکوش و من نمیدونم اینجور سنگ و میخ و فلان و کشتی عظیمی درست کرد همه گفتن تو دیوانه شدی الان چجوری به ما میگن بابا چی چرت به حرف میزنی دیوانه شدی میگی زمان با آخر داره میرسه برو زندگی تو بگم بابا نمیگن اینجوری با ما اون موقع به نو هم همینجوری میگفتن میگفتم با چرت به میگی چی چی میگی آقا تو صد مایل از دریا دوری داری کشتی به یه عظیمی درست میگونی کجا میخوای ببری این کشتی رو چجوری میخوای ببری بی دریا میگه بابا طوفان داره میاد خدا به من گفته طوفان داره میاد میخواد تمام زمین و اینقدر گناه زیاد بود می خداوند گفت تمام زمین رو دارم چی میکنم در آب غرق میکنم اگه تا دیر نشده بیاین به طرف خدا بیاین تو این کشتی سوار شین گفت برو با بابا حرفای علکی میزنیم میزن ما عشق ما رو بکنیم میزن ما زندگی ما رو بکنیم امروز سر این کلا بیزنیم یه حالی بکنیم امروز چهار تا حرف بزنیم یه چرب زمانی اونو خر بکنیم معذرت میخوام اونو خر بکنیم بیزا پولش بگیریم ای امروز بیزا این کار بکنیم ولش کن بابا ای آخر زمان میشه ای زندگی تو اینجوری راست بکن اونجوری راست بکن الان هم به ما همینجوری میگن فرقی نمیکنه چی زمان نو داشته میگفتن چی الان دارم میگن از میگه آمدن من نیز چنین خواهد بود عزیزان آنگاه از دو نفری که در مزرعه یا در هر جایی که باشند یکی آنها برده خواهند شد و یکی خواهد ماند اون کسی که ایمان نمیاره میمونه اون کسی که ایمان میاره خداوند اونو میرو باید و میبره به آسمان میره به اون جای زندگی میکنی که داره. شما فکر کنید جهنم اینجوری قبول نکنین که مثلا میرین اونجا اسید حالا اینا رو نمیخوایم آتیش اسید و فلان و هرچی هم چندی پیش یه دونه شا... یه گواهی ایمان به قول برادر رسول گواهی ایمان شنیدم از یه نفر امریکایی میگفت که وقتی من مردم دو ساعت رفتم به اون دنیا آدمی بود شریر که اینقدر بیرم بود آدم میسوزند نفت میریخت روش میسوزند اصلا اینگار نه اینگار داش میخندید تو توی این زمین میکش فلا میکرد اصلا اینگار نه اینگار میگه وقتی من مردم رفتم اون دنیا خداوند جهنم به من نشون داد جهنم بوی میگه تعفن میکرد عزیزان میگه همین حالا که دارم صحبت میکنم اون تعفن هنوزم تو بوش داد تو دماغ من جای وحشت چی هست من نمیدونم چی جاییه اونایی که الان دیدن داره صحبت میکنه ولی میدونم جای خوبی نیست جای وحشت آوره حالا میگیم ایناره رو ولش کن شما فکر بکنیم مثلا یک نفر آدم میره توی یک بیابان تک 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 داره زندگی میکنه نه کسی رو میبینه نه با کسی حرف میزنه آدم میتره که بدون تا ابوالدول در توی بیابان باشه هیچ پیش من نباشه هیچ هم پیش من نباشه دارم صحبت میکنم میمیره آدم از دیگه میکنه آدم میگه انگ... اگر صاحب خانه میدانست که دوست در چه ساعتی میآید بیدار میماند و گذاشت دوست وارد خانه شود اگه که من بدونم دوست چی موقع میاد به زندگی من میزنه میبره که بیدار میمونم نمیذارم که خدا عیسی مسیح میگه منم هم همینجوری میام به همان ترتیب شما نیز برای آمدن ناگانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید آیا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستید سوال داره میکنه خداوند آیا میتوانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روز خوراک دهید خوراک همین کلام خداست عزیزان نه خوراک خوردنی خوش به حال شما اگر وقتی باز میگدم شما را در حال انجام وظیفه ببینم من اختیار تمام دارایی خود را به چنین خدمتگزاران وظیفه شناسی خواهم داد نه به اون ریاکاران نه به معلمین دروغین نه به انبیای کذبه معلمین کذبه انبیای دروغین که حرف و عملشون یکی نیست ریاکاری 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 چی دوره ای شده ریاکاری بزرگترین حربه زندگی مردم شده بیشتر مردم البته خداوند داره میگه خیلی هم به خداوند ایمان دارن خیلی با خداوند دارن را میدن میگه ولی اگر شما خدمتگذاران بی بفا باشید و بگویید خداوند ما بزودی آید به زودی نمی و به همقطاران تان ظلم کنید و به عیاشی و یا به میگساری بپردازید آنگاه در ان, آن لحظه که انتظار ندارید خداوندتان خواهد آمد و شما را به سختی تنبیه خواهد کرد عزیزان من نباشه که خداوند بیاد زمان به آخر برسه ما غافل بمونیم و در نیابیم زندگی ابدی ما رو چون زندگی در عیسی مسیح است چنان که خودش گفت حیات را و راستی و حیات گفت منم هیچ کس که به خدای پدر نخواهد رسید بجز از طریق من یعنی یعنی به خون عیسی مسیح شما باید ایمان بیارید به طبق خون عیسی مسیح به خدای پدر برسید بس این گناه توبه رو اگه میخوای به عیسی مسیح ایمان بیاری به امروز خودتو مسیحی بکنی بس بگو یه عیسی مسیح من گناهکارم میدونم که گناهکارم به ایمان دارم که تو به خاطر من روی صلیب رفتی و بعد از سه روز از قبر قیام کردی به خداوند زنده هستی میدونم که تو زنده ای و میدونم که ز... با خون خود زندگی گناهان من پاک کردی امروز به قلب من وارد شو به خداوند زندگیم بشو و زندگی منو تبدیل کن شخصیت من عوض کن از این نارامی من بیرون بیار به تو ایمان دارم ای خداوند و در نام پدر پسر و روح القدس می طلبم آمین عزیزان به این تلویزیون کمک کنید تا این کلام خداوند که به گوش هموطنان تو میرسونیم شما هم شریک باشین در این کلام خداوند ما سی نفر میخوایم سربازان جدعون که ببینین شما وقتی کلام خدا رو به به هموطنان تو میرسونیم و هموطن تو به این کلام زنده ایمان میاره زندگیش عوض میشه بس تو فکر بگون که زندگی یک آدم رو عوض کردی با یک دلار در روز سی دلار در ماه یا هر چقدر که وسعتتون میرسه پولی بیشتر میتونیم بدین خداوند برکت خواهد داد به شما این ایمان دارم هر یک دلاری که بدیم برای کار خداوند بدونین که هزارون بار بیشتر برداشت خواهید کرد چون خداوند زیر دین هیچ کس نمیمونه هیچ کس خداوند میگه ده یک های خودتون رو به من بیارین برای کلیسا در کار خداوند بیارین بعدا آنگاه من را آزمایش بکنید خدا میگه که من را آزمایش بکنین شما ده یکه بدین بعد ببینین روزانه های آسمان رو براتون باز میکنم برکت به زندگیتون میارم دستتون به هیچ وجه دراز نمیشه اگرم در سختترین ساعتهای زندگیتون باشین خداوند میگه که من کمکتون میکنم نترسین مثل کو پشتتون هستم واقعا دوست دارم که هموطنم هم این کلام میشنوه به قلبش بنشونه به خداوند اونی یاری بکنه که روز به روز تقویت بشه در کلام خداوند دوستتون دارم واقعا به دست خدا شما رو میسپرم تا هفته دیگر بدرود تا درودی دیگر میدونم که کریسمس هم نزدیکه از اینجا کریسمس به تولد عیسای مسیح به شما تبریک میگم عزیزان و امیدوارم که در این سال در این ماهای که پر از برکت و آرامیه به خداوند عیسای مسیح بچسبین و زندگیتون عوض بشه و برکت خداوندو بگیرین از آسمان برکت خداوند با تک تک شما عزیزان باد بدرود تا درود دیگر دوستتون داریم مرسی